پاسخ همایون شجریان نسبت به انتقادها به کردی خواندن او. سلام به حواشی خبر، خوش اومدید. قبل از هر چیزی اگر لغت و کلمه ای رو اشتباه گفتم پیشاپیش از شما شنونده های عزیز عذرخواهی میکنم. پاسخ همایون شجریان به انتقادها به کردی خواندن او. همایون شجریان برخلاف آشنا نبودن با زبان کردی، اما قطعه معروف کردی را بازخوانی کرده و با موجی از انتقادها مواجه شده است. دو قطعه مینا و شیرین سوزه جزو قطعات معروف کردی است. حالا همایون شجریان این دو قطعه را با تنظیم آرش گوران بازخوانی کرده است. خودش در اینستاگرامش نوشته که به دلیل آشنایی اندکش با این زبان از بیان نادرست واژگان و دگرگون شدن معنا و تغییر حس و حال هراسان بوده است و میخواسته آنان را به فارسی بخواند، اما سرانجام دوستانش به خواندن به زبان کردی ترغیبش کردند و این امر محقق شده است. طبیعتاً این رفتار کاری همایون با توجه به نام و آوازش واکنش‌هایی را در پی داشت. رامیار اتمیشی نوازنده درباره اجرای کردی همایون شجریان می‌نویسد: متاسفانه آقای همایون شجریان نیز مانند بسیاری دیگر که وقتی افتضاح به بار می‌آورند در صدد توجیه کارشان برآمدند نه پذیرش اشتباه. شما چه میزان با موسیقی کردی آشنا هستید؟ چند اندازه زبان و فرهنگ کردی را می‌شناسید؟ در مورد گویش‌های متنوع زبان کردی چه می‌دانید؟ از موسیقی کردهای جلالی چه می‌دانید؟ کردهای هرکی چطور؟ شکاک، سورانی، کورمانجی، منطقه موکریان، اورمانات و غیره. این کارها را برای که یا چه کسانی خواندید؟ نکند مثل شما هم همان کامنت‌های گل و قلب و گیاهی است که در فضای مجازی نثارتان می‌کنند؟ میگویید دیگران اصرار کردن و شما گردن نهادید. اشتباه کردید عزیزم، نباید گردن می نهادید. همانطور که من کرد از موسیقی و زبان دیگر اقوام چیزی نمیدانم، یا اگر هم بدانم اجازه ورود به آن حوزه را به خودم نمیدهم. حتی من کرد مهابادی که 28 سال از زندگیم را با موسیقی گذراندم و سالهای متمادی مشغول تحقیق و پژوهش در موسیقی کردی بودم، در مقابل موسیقی کردهای کرمانج شمال خراسان شنونده هستم و بس. این اعتماد به نفس را از کجا آوردید آقای شجریان؟ دیده شدم به چه قیمتی؟ اصلا حوزه فعالیت موسیقی شما کجاست؟ میخواستید با این گویش و لحن افتضاح چه چیزی را ثابت کنید؟ توانایی در اجرا به زبانهای دیگر؟ آیا اصل اثر را که توسط استادان موسیقی کردی اجرا شده شنیده اید؟ یک پسر بچه 6 7 ساله در کوچه پس کوچه های کردستان این ملودی ها را به مراتب بهتر از شما میخواند، یا مادران کردی که به مراتب از شما استادترن در آواز کردی؟ چه اصراری بود این ملودی های زیبا را اینطور به گند بکشید؟ حتی پدر بزرگوارتان که نابغه آواز در موسیقی دستگاهی بودند چنین خطی نکردند. شما صدای مردم یا نمایندگی موسیقی ایران نیستید. موسیقی ایرانی یعنی موسیقی قشقایی، ترکمن، بلوچ، بختیاری، کردی، آذری، جنوب، مازندران، گیلان، خراسان شمالی و جنوبی، و شما فقط بخش کوچکی از آن هستید. موسیقی دستگاهی، البته شما حتی در موسیقی دستگاهی هم سالهاست بازیچه دست دیگران شده اید. هیچ خط مشی در افکار و کار شما دیده نمی شود. اینکه دیگران برایتان کف می زنن و سوت بلبلی می کشن دلیل بر بالا آمدن سطح موسیقیایی و شنیداری آنها نیست، بلکه این شما که خودتان را هم سطح آنها کرد و پایین آورده اید. در آخر به شما توصیه می کنم که اگر به موسیقی اقوام یا موسیقی کردی علاقه مندید، به شهرها و روستاهای کردنشین سفر کنید تا ببینید کسانی را که چه در تکنیک و چه حس و حال که به گرد آنها هم نمی رسید آقای شجریان. این بود گوشه ای از انتقادها به کردی خواندن همایون شجریان. نظر شما در رابطه با آهنگ کردی که آقای شجریان خواندند چیست؟ آیا موافق با نظرات بقیه هستید یا نه؟ منتظر نظرات شما هستم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. برای اطلاع از جدیدترین اخبار و حواشی سلبریتی ها ما را سابسکرایب کنید.